طی هفته گذشته تنها در دانشگاه رازی کرمانشاه 35 تن از دانشجویان به کمیته سرکوبگر انضباطی احضار شدند. این دانشجویان به تلاش برای برهم زدن نظم دانشگاه و زمین سازی برای اعتراضات دانشجویی در ابتدای سال تحصیلی متهم شدند. در کمیته انضباطی 24 تن از دانشجویان تهدید به بازداشت شدند. 7 دانشجو هر کدام به 2 ترم و 2 دانشجو هر کدام به 3 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. طی هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از همین گونه احضارها در دانشگاه تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز و بوعلی همدان داشتیم. حتی 15 تن از دانشجویان دانشگاه مازندران با همین اتهامات در بیدادگاه انقلاب رژیم محاکمه شدند. با این همه رژیم دجال آخوندی از طریق بعضی مزدورانش از اساس منکر چیزی به نام دانشجویان ستاره دار است. روز 22 شهریور نیز یک نماینده مجلس ارتجاء به نام علی عباسپور به خبرگزاری حکومتی مهر متعلق به وزارت اطلاعات گفت: ما معتقدیم که دانشجوی ستاره دار وجود ندارد و این اصطلاحی است که به دلیل اشتباه وزارت علوم در سال 85 بر سر زبانها افتاد. اما این عنصر جنایتکار در این حال نتوانست ماهیت سرکوبگر اقدامات ضد دانشجوی رژیم را بپوشاند و گفت: دانشگاه نباید به جای محیطی علمی و آزاداندیشانه تبدیل به محیطی غیر علمی شود. وی تهدید کرد: دانشجوی مخرب جایی در دانشگاه ندارد. به رغم سرکوب بیوقفه دانشجویان، رؤسای دانشگاه‌های تهران، شیراز و اصفهان که مأموریت اصلی همه آنها سرکوب دانشجویان است، ادعا کردند که به تحقیقات و تأمین خسارات حملات وحشیانه‌ای که با مباشرت خودشان علیه دانشجویان انجام گرفته، خواهند پرداخت.